عرض سلام و درود خدمت همه حاضرین در جلسه، شنوندگان محترم و هنردوستان عزیز. امروز پنجشنبه 19 ژانویه 2023 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی اولین جلسه کمیته هنر رو در سال 2023 میلادی در خدمتتون هستیم و شروع می‌کنیم. دوستان و همکارانی که در جلسه امروز ما رو یاری می‌کنن، خانم مونا احمدی پور، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در آذر ماه 1401 رو بررسی می‌کنند. بعد از اون خانم روزا جهانبین، خودم در خدمتتون هستم با بررسی و تحلیل موافقتنامه تریپس 1994 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و در بخش سوم سرکار خانم زهرا باجلان در مورد نقش هنرمندان در اعتراضات و بازداشت آنان در خیزشی که در ایران در حال اجرا هست سخنرانی خواهند داشت، و در پایان هم بحث آزاد داریم با موضوع حق آگاهی مردم که به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی به مردم می‌پردازیم. و خوشحال میشیم که همه دوستان ما رو در بخش هایی که خدمتتون عرض کردم یاری کنن. از خانم مونا احمدی پور دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان رو در آذر ماه 1401 برای ما ایراد کنن. بانو احمدی پور، مایک در اختیارتون. با عرض درود و سلام خدمت همه دوستان و همکاران گرامی، خدمتتون هستم با تحلیل اخبار نقض حقوق هنر و هنرمند در آذر ماه 1401. طی بیش از 3 ماه سپری شده از اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی ایران، از شهروندان معمولی گرفته تا چهره‌های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، دانشجویان، دانش آموزان، روزنامه‌نگاران، پزشکان، وکلای دادگستری، بازداشت به نحوی شگنجه شدند و یا نخست توسط نیروهای امنیتی روبوده شدند و سپس جنازه هایشان را در حاشیه شهر رها کردند. بازداشت وکلا در ایران در حالی صورت میگیرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که هزاران معترض دستگیر شده در پی دادگاه و بدون حق دفاع و حضور وکیل مدافع محاکمه میشوند. برخی از دادگاه برگزار شده و احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعلام شده و یا حکم اعدام گرفتند. بسیاری از افراد بازداشت شده در اعتراضات از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و برخی تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشته و دارند. گفته می شود که بیش از 14,000 نفر در اعتراضات سراسری علیه حکومت در ایران تاکنون بازداشت شدند. برای همه این افراد باید پرونده قضایی تشکیل شده باشد و همه این 14,000 نفر نیاز به وکیل دارند. بیش از 100,000 وکیل در ایران وجود دارد، ولی در هیچ یک از پرونده‌ها اجازه دخالت وکلا داده نشده. اما جمهوری اسلامی وکلایی که خواهان دفاع از شهروندان به صورت آزاد را دارند، از دو طریق تحت فشار قرار می‌دهن: یکی بازداشت تعدادی از آنها برای وادار کردن سایر وکلا به سکوت، خانه‌نشینی و عدم دخالت در پرونده‌ها، و دیگر اینکه می‌خواهند وکلا از راهنمایی کردن شهروندان که باید حقوق آنها تامین شود جلوگیری کنند. در این میان مقام‌های جمهوری اسلامی از این چهره‌های سرشناس به عنوان یکی از عاملان تشدید اعتراض‌های سراسری و تشویق مردم ایران برای حضور در خیابان‌ها نام می‌برند و در مورد ادامه فعالیت‌های آنها هشدار می‌دهند، و این تنها نشان دهنده ترس و وحشت جمهوری اسلامی از همراهی و همدلی تمام اقشار جامعه با یکدیگر است. شبکه حقوق بشر کردستان از شکنجه شدید سامان یاسین برای انجام اعترافات اجباری خبر داد و افزود که تاکنون هیچ حکمی به او خانواده‌اش ابلاغ نشده، اما وارد کردن اتهام محاربه خانواده این خواننده رپ را نسبت به اتهام صدور حکم اعدام نگران کرده. نزدیکان توماج صالحی نیز گفتند که 28 روز پس از بازداشت بی‌خبری و محرومیت او از ملاقات با خانواده همچنان ادامه دارد. در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تاکید شده که سامان یاسین خواننده رپ به محاربه متهم شده در زندان اوین برای انجام اعترافات تلویزیونی به شدت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته. این سایت حقوق بشری شامگاه جمعه 4 آذر ماه در گزارشی نوشت نگهداری به مدت 3 روز در یک محل بسیار سرد، ضرب و شتم شدید و پرداب از ارتفاع به پایین از جمله شکنجه‌ای است که این هنرمند کرد طی مدت بازداشت تحمل کرده. این خبر ناقض مواد ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه،
ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. گروهی از هنرمندان و بازیگران سینما به همراه نادره حکیم الهی، مادر ترانه الدوستی، چهارشنبه جلوی زندان اوین تجمع کردند و خواهان آزادی ترانه شدند. ترانه شب گذشته در تماس کوتاه تلفنی با پدرش اعلام کرده که در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی است، اما خانواده اون نمیدانند که داروهای این بازیگر به دستش رسیده یا نه. ترانه علی دوستی به بیماری ADHD، ترس از فضای تاریک و بسته مبتلا است. این خبر ناقض مواد ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه 9 آذر 1401 علیرضا آدینا در تهران بازداشت شد. نیروهای امنیتی ساعت 8 صبح با مراجعه به منزل آقای آدینا ضمن بازداشت این شهروند اقدام به تفتیش منزل او کردند. خبر آنلاین نوشت سهیلا گلستانی و حمید پورآذری بازیگران تئاتر به دنبال انتشار یک ویدیو بازداشت شدند. به گزارش سایت بانی فیلم، محمد رضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون به مدت یک سال از فعالیت در فضای مجازی منع شده. طبق این گزارش او پس از دریافت احضاریه به دلیل فعالیت‌هایش در فضای مجازی در دادسرای اوین حاضر شده و پس از تفهیم اتهام به قید وثیقه آزاد شده است. بخش خبری 20 صدا و سیما خبر بازداشت عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران را تایید کرد. عباس توانگر از مدیران ارشد و قائم مقام خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و برادر مشتبه توانگر نماینده مجلس است. حسین یزدی مدیر خبرگزاری ایران تایمز ساعتی پیش در اصفهان بازداشت شد. از نهاد بازداشت کننده این روزنامه‌نگار و علت بازداشت او خبری در دست نیست. زینب موسوی کمدین ایرانی و خالق شخصیت امپراتور کوزوکو از صدور حکم 2 سال زندان برای خود خبر داد. خانم موسوی اواسط مهر توسط نیروهای امنیتی در قم بازداشت و اواخر آبان ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. چارلز پریس 12 آذر ماه میترا حجاز دستگیر شد. مهدی گویان افسود از دلیل بازداشت خانم حجاز و نهاد بازداشت کننده اطلاعی در دست نیست. مصطفی آل احمد فیلمساز ایرانی طی ابلاغی جهت اجرای خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شد. آقای آل احمد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به 6 سال و 4 ماه حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده بود. این حکم نهایتاً توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. خانواده و نزدیکان حسین یزدی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران و مدیر مسئول خبرگزاری موبین و کانال خبری ایران تایمز از بازداشت او به دست نیروهای امنیتی خبر داد. بر اساس این گزارش آقای یزدی روز دوشنبه 14 آذر در اصفهان بازداشت شد و هم اکنون در زندان این شهر نگهداری می شود. با این حال نزدیکان این روزنامه‌نگار می گویند که مشخص نیست چه نهادی نسبت بازداشت او اقدام کرده و اتهام وی چیست. به گفته آنها حسینی درمان قرار دارد. این اخبار ناقض مواد 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 6 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه می باشد. و این بود اخبار آذر ماه 1401. مرسی از همتون. ممنون از شما بانو احمدی پور عزیز. همونطوری که هم شما فرمودین هم توی اخبار ما شنیدیم، در این چند روز، در واقع بیش از 100 روزی که ایران درگیر اعتراض هستش و اعتصاب هستش و به هر حال یک خیزش سراسری و یک تجمع اعتراضی سراسری برگزار هستش، هنرمندان ما هم خیلی به خوبی حمایت کردن از مردم و البته که متاسفانه یه سری تلفات هم بوده و خودمونی خیلی بخوایم بگیم دودش هم تو چشمشون رفته. ممنوع کاری، ممنوع خروجی،
حتی اون بنرها و پوسترهای تبلیغاتی که انجام داده بودن متاسفانه از سطح شهر جمع‌آوری شده یا همطور که شما گفتید شکنجه شدن، بازداشت شدن، فیلمشون توقیف شده و حتی ما چندین هنرمند داریم که حکم اعدام براشون متاسفانه صادر شده که خوشبختانه هنوز اجرا نشده. به هر حال هنرمندان ما هم در کنار مردم عادی و کسانی که هنرمند نیستن و به شغل دیگه مشغول هستن در این اعتراضات حضور دارن و امیدواریم که همه چیز ختم به خیر باشه. مرسی از شما بانو احمدی. دوستان اگر در مورد اخباری که ارائه شد صحبت و یا نظری دارن خوشحال میشیم که میکروفون رو در اختیارشون قرار بدیم. خب در بخش بعدی جلسه من خودم به بررسی و تحلیل موافقتنامه تریپس سال 1994 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم. این موافقتنامه در خصوص رعایت قانون کپی‌رایت در کشورها از نظر بحث تجاری و اقتصادی هستش. با گذشت زمان با توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و روش‌های جدید حمل و نقل، مبادلات کالا و خدمات بین کشورها و جوامع افزایش پیدا کرد و به دلیل این تغییرات امکان بهره برداری از ابداعات و فناوری‌ها و دارایی‌های فکری به ویژه از طرف مردم کشورهای کمتر توسعه یافته فراهم شد و به عبارتی کشورهای کمتر توسعه یافته بدون در نظر گرفتن حق مالکیت مخترع از اثر بدون اجازه کپی برداری می‌کردن و ارزان‌تر و با مبلغ ناچیزتری به فروش می‌رسوندن. در نتیجه این اتفاقات حمایت از حقوق مالکیت فکری در خارج از مرزهای کشوری هم ضروری شد و همین امر زمینه ایجاد توافقات بین المللی در مورد حفاظت از دارایی‌های فکری را هم موجب شد. در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی هم بهره‌مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم در واقع اخذ تدابیر مناسب توسط دولت‌ها و کشورها به منظور حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته. کنوانسیون‌ها و معاهدات مختلفی تهیه شد در این خصوص، اما یکی از مهمترین توافقات بین‌المللی در این حوزه موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری هستش که به صورت اختصاری ما اون رو با عنوان تریپس میشناسیمش. موافقتنامه تریپس در واقع انواع مختلف حقوق مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف، حق نسخه برداری یا هم کپی برداری، حقوق مربوط به اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و حتی کسانی که در یک تولیداتی داشتن و در بخش رادیو تلویزیون اون رو منتشر کردن، در بخش علائم تجاری، علائم جغرافیایی، حتی طرح‌های صنعتی، به هر حال در تمام این زمینه‌ها موافقتنامه تریپس نظارت می‌کنه و معتقد هستش که باید اون حقوق مالکیت این دسته‌بندی‌هایی که من خدمتتون عرض کردم رعایت بشه. و کلاً این موافقتنامه چند ویژگی اصلی داره. مورد اولش این هستش که میگه که برای طراحی سیستم‌های ثبت اختراع ملی کاملاً منعطف باید عمل بشه. به عنوان مثال تعاریف مرتبط با ثبت اختراع مثل جدید بودنش، کاربردی بودنش، سودمند بودنش ممکنه از کشوری به کشور دیگه متفاوت باشه و کلاً تعاریف فرق داشته باشه و معتقد هستش که توی این بخش تعاریف باید کشورها به صورت منعطف بتونن با همدیگه در واقع داد و ستد داشته باشن و انعطاف پذیر باشن. ویژگی دومش تاکید بر سایر توافقات بین المللی هستش. در حقیقت تعهدات مندرج در توافقنامه تریپس لطمه‌ای به تعهدات کشورهایی که
به هر حال کنوانسیون های دیگر رو هم پذیرفتن وارد نمی کنه. کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون پاریس، برن و روم که اونها هم به نوعی تاکید دارن به رعایت حقوق در واقع مخترعین و کسانی که ایده و یا اختراعی داشتن. و ویژگی سومش که خیلی ویژگی مهم هستش، لازم الاجرا بودن این موافقت نامه هست. یعنی کشورهایی که عضو کنوانسیون مثلا برن هستن میتونن اون کنوانسیون رو اجرا نکنن چون که پیگرد قانونی نداره، اما تریپس به خاطر اینکه موافقت نامه هستش حتما لازم الاجراست و کشوری که این موافقت نامه رو میپذیره باید حتما اون رو اجرا کنه و به اون اصولش پایبند باشه. این موافقت نامه در 73 ماده به منظور تکمیل کنوانسیون های قبلی که من چند تاشو خدمتتون عرض کردم و رفع نقایص عملی در سال 1994 تصویب شد. در مواد 2, 3, 4, 5, 11 و 12 از این موافقت نامه در مورد اصول اساسی، تعاریف و این که حالا طرح‌های صنعتی چی هستش صحبت کرده. در ماده 9 مطرح شده که امضا کنندگان این موافقت نامه کنوانسیون برن هم پذیرفته و قبول دارن. در ماده 25 این موافقت نامه به مسائل مربوط به لزوم حمایت از طرح‌های صنعتی و شرایط حمایت از این طرح‌ها پرداخته شده. در ماده 26 به حقوق مالک اثر اشاره شده. برای مثال اینکه اشخاص ثالث و شخص ثالث نمیتونه بدون موافقت صاحب طرح در واقع از اون بخواد چیزی دوباره بازتولید کنه، بسازه یا بفروشتش و به هر حال هر نوع برداشت و استفاده‌ای داشته باشه. ولی صاحب طرح میتونه حقوق خودش رو به طور کلی یا جزئی با عوض یا بلا عوض به صورت محدود یا نامحدود به دیگری واگذار کنه، ولی نسخه برداری یا مشابه سازی طرح توسط شخص ثالث با هدف تجاری ممنوع هستش. یا مثلا در بند 3 همین ماده 26 در خصوص مدت حمایت از طرح‌های صنعتی صحبت شده که حداقل مدت این حمایت نباید کمتر از 10 سال باشه. بنابراین کشورهای عضو این موافقتنامه حق ندارن مدت حمایت رو کمتر از 10 سال در قوانین خودشون پیش بینی کنن. ماده 32 در خصوص ابطال یا لغو اختراع و نیاز به حکم قضایی صحبت کرده. این که حالا به هر حال ممکنه که این چیزی که به عنوان اختراع در نظر گرفته شده یه حق قانونی رو نقض کرده باشه یا اینکه به هر حال کپی شده باشه و بعدها متوجه شده باشن، در ماده 32 اشاره شده به این مسائل که چه راهکاری براش وجود داره. در ماده 45 در خصوص خسارت از بهره برداری یا استفاده از یک اختراع بدون کسب اجازه صاحب اثر صحبت شده. در ماده های 46 تا 57 هم در خصوص تعیین نوع جریمه و روند اداری در واقع برخورد با اون شخص خطاکار و تعلیق اثر اون سوء استفاده کننده و موارد این چنینی صحبت شده. در ماده 63 در مورد شفافیت در قوانین و مقررات و تصمیمات نهایی قضایی و احکام اداری صحبت شده. در ماده 64 در خصوص شکایات و حل اختلافات صحبت شده. در ماده 67 به در واقع همکاری فنی و مالی بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته اشاره شده و تاکید شده. و در ماده 73 هم در مورد استثناءات در بعضی از در واقع تولیدات و کالاها صحبت شده که بیشتر هم تاکید بر روی کالاها و اون اختراعات بهداشتی دارویی هستش، به خاطر اینکه خب این دو قلم حائز اهمیت هستش و مسئله بهداشت مسئله هستش که فقط مربوط به مرز یک کشور نیست و میتونه فراتر از اون هم بره. و در ماده 73 در این مورد در واقع خیلی صحبت شده و پرداخته شد.
همونطور که میدونید حق مالکیت فردی و فکری یکی از مسائل دوره معاصر هستش که خیلی بهش توجه میشه. برگزاری چندین کنفرانس جهانی و منطقه‌ای در این زمینه گویای توجه جهانی نسبت به این مسئله هستش. حتی در حقوق کشوری مثل آمریکا هم به بحث کپی رایت خیلی توجه میشه و حتی اونو به نوعی حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری اصیل تعریف میکنن و بر این اعتقاد هستن که هیچ یک از دارایی های فردی به اندازه محصولات فکری یک شخص مختص اون نیست. اما اوضاع ایران در خصوص رعایت حق کپی رایت و رعایت حق مؤلف کاملا مشخصه و میدونیم که متاسفانه در این زمینه بسیار ضعیف هستیم و به کنوانسیون های مهمی مثل تیپس هم به کنوانسیون های خیلی مهمی که ما کلا نفر عضو نشدیم و موافقتنامه تیپس هم که کلا ملحق نشدیم که حالا علتش هم خدمتتون عرض میکنم. از طرف جالبه بدونید که بیش از 30 سال هستش که کشور ما به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستش و پیوستن به موافقتنامه تریپس از شروط لازم در پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستش. به همین علت به نظر میرسه که پیوستن ما به این سازمان که گفتم 30 سال ما دنبالش هستیم منوط بر رعایت قوانین کپی رایت هستش، چرا که معاهده تریپس لازم الاجراست و در صورت رعایت نکردن اون پیگرد قانونی برای کشورها داره و مثل سایر کنوانسیون ها نیست که اگر که به هر حال خطای اتفاق بیفته مشکل اجرایی نداشته باشه و پیگرد قانونی قرار نگیره اون کشور. بسیاری از اشخاص و دولت مردان مخالف پیوستن به کنوانسیون تریپ هستن چون که معتقد هستن که مثلا صنعت نشر کتاب راکت میشه یا با گرانی کتاب مواجه میشن و حتی نگران این هستن که ممکنه اگر قانون کپی رایت اجرا بشه ورشکستگی اقتصادی پیش بیاد. به حال این نظری هستش که بعضی از اشخاص و بعضی از دولت مردانی که منفعتشون در این هستش که قوانین جهانی و قوانین بین المللی و حقوق بشر رعایت نشه همچین ادعایی دارن. اگر که من بخوام چند تا از کشورهایی که قانون کپی رایت رو نپذیرفتن خدمتتون عرض کنم، میتونم کشور اول خودمون رو بگم، ایران، و بعد از اون اتیوپی، افغانستان، آنگولا، اوگاندا، میانمار، ترکمنستان، کامبوج، گینه نو، لاوس، موزامبیک و یمن. این کشورهایی هستن که این موافقتنامه رو قبول ندارن و کلن به نسبت به رعایت قانون کپی رایت خیلی وجهه مناسبی از خودشون نشون ندادن. مدافعین رعایت حق نشر این سوال رو مطرح میکنن که آیا زمان اون نرسیده که ما به صورت انتخابی به کپی رایت در راستای حمایت از حق انسانی بپیوندیم، نه از روی اجبار و نه به خاطر اینکه مجبور باشیم در سازمان تجارت جهانی عضو بشیم. مدافعین حقوق هنر و هنرمندان هم خواهان آموزش و فرهنگسازی در راستای رعایت حق کپی رایت و اجرای قوانین حمایتی جدی‌تر برای صاحب اثران هستیم. چون یکی از چیزهایی که ما خودمون داریم از نزدیک می‌بینیم این حالا بحث اشتغال یک هنرمند وقتی که توی ایران به هم بخوره و امنیت شغلی نداشته باشه، کاری که از دستش برمیاد اینه که مهاجرت میکنه و این مهاجرت وقتی که هنرمندی مهاجرت بکنه یا مخترعی مهاجرت بکنه و از کشور بره، اون فکرش و اون ایدهش رو داره با خودش از کشور خارج میکنه و این لطمه به آینده ایران وارد میکنه. مرسی از توجهتون دوستان، اگر که سوال یا موردی هست من در خدمتتونم. خب در بخش بعدی ما در خدمت خانم زهرا باجلان هستیم با موضوع نقش هنرمندان در اعتراضات و بازداشت آنان. بانو باجلان، میکروفون در اختیارتون.
درود به همه دوستان، صدای من رو داری؟ بله صداتون هست، بفرمایید. من متاسفانه امکان این که از اتاق بیرون برم خیلی زیاده، به خاطر اینکه از اول جلسه تقریبا 8 6 مرتبه این اتفاق افتاده. خانم مهدی دارن سعی می‌کنم ببینن به چه دلیل هستش. من در خدمتتون هستم با صحبت و یک گزارش در مورد نمود ترس حکومت از تئاتر و سینما در بازداشت گسترده هنرمندان که توی ماه‌های گذشته همگی شاهدش بودیم. در حالی وارد ماه‌های پایانی سال 1401 می‌شویم که اعتراضات مردم و اهالی هنر و دانشجویان و فعالان صنفی و مدنی و کارگری که با کشته شدن جانخراش مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز گشت ادامه دارد. سال‌های گذشته در این وقت سال اهالی تئاتر و سینما خود را برای جشنواره فجر آماده می‌کردند، که البته در سالهای اخیر با نظارت گسترده دولتی و محدودیت و سانسور پیش از پیش از رونق افتاده بود. اما این سال خیلی از اهالی هنر در این عرصه از شرکت در این جشنواره به طور علنی یا تلویحی انصراف دادند و تمرکز خود را بر آزادی هنر، مخالفت با سانسور و سرکوب و همراهی با مردم در جریان اعتراضات گذاشتند. بله متاسفانه از اتاق خارج شدن. خانم مهدی فکر میکنم شما قرار بوده باشون تماس بگیرین. بله خانم جهانبین، من دوباره باشون تماس میگیرم ببینم که مشکل برطرف میشه یا نه. فکر میکنم برای اینترنتشون هست. حالا شما ادامه بدید یا اومدن؟ بله وارد شدم. خانم باجلان بفرمایید، اگر که اینترنتتون ضعیفه، اگر که میخواین دوربینتون رو باز نکنید که سرعت اینترنت رو کم نکنه. بفرمایید. من اینترنتم مشکل نداره، به وای فای وصلم. نمیدونم چرا این بار داره این اتفاق میفته. به هر حال عذر میخوام. ادامه میدیم با این موضوع که سالهای گذشته در این وقت سال اهالی تئاتر و سینما خود رو برای جشنواره فجر آماده میکردن، که البته در سالهای اخیر با نظارت گسترده دولتی و محدودیت و سانسور بیش از پیش از رونق افتاده بود. اما این سال خیلی از اهالی هنر در این دو عرصه از شرکت در جشنواره به طور علنی یا تلویحی انصراف دادند و تمرکز خود را بر آزادی هنر، مخالفت با سانسور و سرکوب و همرون در جریان اعتراضات گذاشتند. به عنوان مثال شماری از هنرمندان تئاتر و سینما در اعتراض به برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در شرایط کنونی و با توجه به اعتراضات گسترده مردمی در کشور، یک شنبه 1 آبان در مقابل خانه هنرمندان تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. چند تن از سینماگران زن از جمله سپیده افتحی، مینا اکبری، آزاده بیزارگیتی، شقایق دهقان، سحر زکریا، ترانه علی دوستی، خزر مصومی و مریم یاوری در این روز عکسای بی‌حجاب خود را در صفحات شخصیشان منتشر کردند. پیشتر نیز پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، کتایون ریاضی، شبنم فرشادجو، مصومه قاسمی پور و فاطمه معتمدداریانی تصاویر بی‌حجاب خود را منتشر کردند. تئاتر که در سالهای پس از انقلاب بعد از موسیقی پیش از دیگر شاخه های هنری به حاشیه رانده و سرکوب شده بود، همچنان نفس میکشد. و طرف این که با وجود محدودیت های گسترده برای تئاتر و نظارت مستمر بر محتوای آن و پوشش حرکات بازیگرها، حکومت همچنان از آن میترسد و از این رو به دستگیری های گسترده اهالی آن روی آورده است. اسامی بازداشت شدگان در عرصه سینما و دسترسی محدود آنها، کمیته حمایت حقوقی قضایی از سینماگران وابسته به خانه سینما خبر می‌دهد که در دو ماه اخیر
صد هنرمند ایرانی ممنوع خروج، بازداشت و یا به احکام حبس محکوم شدند. در این گزارش سعی شده مروری رو بکنیم مختصر کارنامه هنری این دسته از هنرمندانی که در واقع حالا یا به دادگاه احضار شدن یا اینکه زندانی شدن و با قید وثیقه آزاد شدن. هنگام قاضیانی با برداشتن حجاب خود در صفحه اینستاگرامش همدلی خود را با معترضان نشان داد و در 29 آبان دستگیر شد. او پس از بازداشتی 7 روزه آزاد شد. نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هنگام قاضیانی را به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم کردند. هنگام قاضیانی در فیلم های همچون در به همین سادگی و روزهای زندگی نقش آفرینی کرده است. او به کشته شدن کیان فیلفلک کودک ایزهی که به دست ماموران کشته شد واکنش نشان داد و در صفحه اینستاگرامش نوشت به عنوان حکومت بچه کش نامتان در تاریخ ثبت خواهد شد. ساعتی پس از بازداشت هنگام قاضیانی لیلا نقبی پری طراح صحنه و لباس سینما با انتشار ویدیویی بدون حجاب از اینکه در طول دوران فعالیتش در فیلم‌های مختلف به نمایش دروغ حجاب اجباری کمک کرده است عذرخواهی کرد و حرکت شجاعانه قاضیانی را تکرار کرد. مجید برزگر کارگردان و از امضا کنندگان بیانیه تفنگت را زمین بگذار در ادامه فشارها بر هنرمندان و چهره‌های مشهور که از مردم معترض در مقابل جمهوری اسلامی حمایت کردند، این کارگردان در 8 مهر 1401 به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. مجید برزگر متولد 1351 و اهل همدان است. لیسانس سینما و فوق لیسانس ادبیات دراماتیک دارد. تا کنون 4 فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه را کارگردانی کرده است. مجید برزگر اوایل شهریور سال جاری به همراه محسن امیر یوسفی و مجتبی میرطهماسب 2 کارگردان دیگر به دلیل امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار به دادسرای انقلاب احضار و با قید وثیقه آزاد شده بودند. در پی فروریختن ساختمان متروپول در آبادان و برگزاری تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران نیز حدود 100 سینماگر خرداد ماه امسال با انتشار بیانیه از نیروهای انتظامی خواسته بودند که سلاحشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. در تیتر این بیانیه نوشته شده است دوربین ما باید شاهد مستقل و راوی شجاع تاریخ باشد. این سینماگران ایستادن را در کنار مردم و به تصویر کشیدن حقایق سرکوب شده را وظیفه سینماگران مستقل دانستند. برزگر در سالهای گذشته نیز به دلیل فعالیت‌هایش بارها از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده بود. پیشتر مصطفی آل احمد، محمد رسولوف و جعفر پناهی نیز به دلیل امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار بازداشت شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. کتایون ریاهی، این بازیگر ناماشنای ایران که برای بازی در سریال یوسف پیامبر در نقش زلیخا و فیلم سینمایی شام آخر تحسین منتقدان را برانگیخت، خیلی زود از سینما کناره گیری کرد. ریاهی در شهریور 1401 در حمایت از جنبش مهسا کشف حجاب کرد. او در جواب محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد که گفته بود کسانی که حجابشان را برداشتند به فکر فعالیت دیگری باشند گفت پیشنهاد میکنم شما فکر کار آبرومندی برای خودتان باشید. بار اول که ماموران امنیتی قصد داشتند او را بازداشت کنند به هنگام ورود به خانهش او را نیافتند و برخی از وسایل شخصی او مانند لپتاپش ضبط شد. سرانجام در 29 آبان در قزوین بازداشت. کتایون ریاهی در آذر ماه 1401 با قرار وثیقه آزاد شد. مژگان ایلان لوس مستندساز سه‌شنبه 26 مهر ماه حساب اینستاگرام این مستندساز و فعال مدنی از دستگیری او توسط مامورین امنیتی و انتقال او به زندان اوین خبر داد. او چند روز پیش از دستگیری با برداشتن حجاب اجباری به رستورانی در تجریش رفته بود. منابع آگاه از وضعیت ایلان لوس در اینستاگرام نوشتند که وی صبح
روز سه‌شنبه با هجوم به خانه‌اش پس از شکستن دوربین‌های مجتمع مسکونی بازداشت شد. گفته می‌شود برخورد نیروهای امنیتی با مسئولین مجتمع بد و بی‌ادبانه بوده است. به خانواده او گفتند به شعبه 33 دادسرای شهید مقدس مراجعه کنند و در پیگیری وضعیت او مسئولان زندان صراحتاً گفتند اوین دیگر جا ندارد. اینالو در حال حاضر به 10 سال حبس محکوم شد. سهیلا گلستانی، کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس، در روزهای اوایل آذر ماه 1401 در همراهی با اعتراضات ضد حکومتی، مخالفت با حجاب اجباری و تن ندادن به بازبینی در آثار ویدیویی منتشر شده که در آن سهیلا گلستانی و همراه چند بازیگر دیگر بدون حجاب برابر دوربین ظاهر شده بودند. به دنبال انتشار این ویدیو، سهیلا گلستانی و حمید پورآذری، کارگردان سینما و تئاتر که او هم در این ویدیو حضور داشت، در سه‌شنبه شب و هنگام بازی تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا در جام جهانی 2022 قطر بازداشت شدند. نمایش سکوت آنها در واقع اعتراضی علیه وضعیت موجود، اشاره به سانسور و سرکوب و اجبار حجاب بود. سکوت این نمایش اقتدار اعتراضی است در زیر درختان بیبرگ پاییزی که خود گویاترین کلام است. در برابر اجبار و تبعیض، پرفورمنس با قارقار گنگ کلاغی از دور که چیزی جز صدای زمینه نیست، با سکوت تداوم یافته بازیگران همچون مهر بر لب سکوت به پایان میرسد. نیکه یوسفی، عکاس، تدوینگر و فیلمساز، یک شنبه شب 24 مهر ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران تدوینگر و فیلمساز را در خانه یکی از دوستانش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. نیکه یوسفی متولد دهه 70 است. در حمایت از اعتراضات مردم ایران به کشته شدن مهسا امینی، ویدیویی با عنوان زن زندگی آزادی ساخت که به شکل گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی دلیل بازداشت او را همین ویدیو می‌دانند. در هفته خب خانم باجلان متاسفانه دوباره از اتاق خارج شدن. ما یه چند لحظه صبر میکنیم که وارد بشن. اگه که وارد نشدن خودمون ادامه میدیم. اما حالا تا اینجای صحبتی که خانم باجلان داشتن در مورد تاثیر و نقش هنرمندان توی اعتراضی که در حال حاضر توی ایران هستش، البته داشتن صحبتشون رو کامل میکردن، به درستی هم داشتن میگفتن. حالا هنرمندانی که توی این اعتراضات فعال هستن، فقط صرفا حضور فیزیکیشون در اعتراضات نبوده، خیلیشون واقعا با هنرشون صحبت کردن. یعنی اگر نقاش بوده با نقاشیش صحبت کرده، اگر تدوینگر بوده فیلمی تهیه کرده، شاعر بوده شعری گفته، نویسندهی بوده داستان کوتاهی گفته یا کاریکاتوری کشیده. به هر حال اینجوری نیست که ما بگیم همشون حضور فیزیکی داشتن، هر کدومشون به نوعی بر اساس اون توانایی که داشتن و اون علاقه‌ای که داشتن توی این اعتراض حضور داشتن. خانم باجلان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. مرسی، من از خواهیم کنم مجددا. مشکل شما. بله، میتونید ادامه بدید. مرسی. مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه 28 شهریور ماه 1401 در جریان جنبش اعتراضی مهسا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او در دهه 90 نیز چندین بار دستگیر و زندانی شده است. مهناز محمدی با مستند کوتاهی به نام زنان بدون سایه در سال 82 گام برسه سینما گذاشت. این فیلم به زندگی زنان ساکن در آسایشگاه روانی پرداخته است و برنده چند جایزه در خارج از کشور شد.
در سال 1383 اولین مستندش را درباره جنسیت های ایرانی با نام تغییر جنسیت ایرانی برای بی بی سی انگلیسی ساخت. مهناز محمدی از مستند سازان است که بارها به خاطر فیلم هایش به زندان رفته. توقیف شبکه مخفی زنان به کارگردانی افشین هاشمی هم یکی از اتفاقات ماهای اخیر امسال بوده. افشین هاشمی کارگردان، بازیگر تئاتر و سینما، تلویزیون، فیلمنامه نویس و نوازنده کمانچه است. در روز 23 آبان 1401 افشین هاشمی برای پاره توضیحات به دلیل آنچه راهنمایی اختشاشات زنانه در ایران نامیده شده است به همراه محمد رحمانیان و آیدا مصباحی تهیه کننده سریال شبکه مخفی زنان به دادسرای تهران احضار شدند و در پخش این سریال نیز توقیف شد ایجاد شد. شبکه مخفی زنان سریال ژانری که زریندت پس از سالهای سریال دایجان ناپلون فیلمبرداری آن را به طور کامل بر عهده داشت. قصه این سریال از نظر زمانی در همان دوران دایجان ناپلون می‌گذرد. موضوع داستان حول این ماجراست که وزارت فرهنگ و هنر در سال 1310 تصمیم به تشکل کانون بانوان گرفته تا با تشکل‌های مشابه رقابت و سپس آنها را حذف کند. تعطیلی و توقیف این سریال در این روزها و علاوه توضیح دادسرای تهران به عنوان راهشات زنانه یکی از کدهای معنادار برای ترس حاکمیت از زنان و تجمعات آنهاست. زینب موسوی کمدین و خالق شخص امپراتور کد در 19 مهر است و 25 آن با توضیح ازاد شد. اجراهای او از شوی تلویزیونی خندوانه مورد توجه قرار گرفت. تنظیم ملایم و اجتماعی است که اغلب از خطوط قرمز هم تخطی نمی کند. این کمدین در مصاحبه با گاردین گفته است که بعد از اجراهایش در برنامه خندوانه تهدید شده که به صورتش اسید می پاشند یا با ماشین او را زیر می گیرند. پس از انتشار ویدیو در رابطه با نماز خواندن ابراهیم رئیسی در کاخ کرملین صفحه اینستاگرامش بسته شد. بعد از اعتراضات سراسری در ایران زینب موسوی دستگیر شد و پس از آزادی با قید وثیقه اعلام کرد که به 2 سال حبس محکوم شده است و 25 روز در انفرادی بوده. گذشته از این هنرمندان و دیگر کسانی که از این وضعیت سرکوب و تهدید هنرمندان آسیب دیدن باید به دنیا راد منشی صحنه سینما و نویسنده اشاره کرد که به دلیل انتشار تصاویر صبحانه خوردن بدون روسری در قهوه‌خانه های تهران بازداشت شده بود که در 17 مهر آزاد شد. میترا حجار بازیگر هم مدتی در بازداشت بود. جعفر پناهی و محمد رسولوف پیش از اعتراضات سراسری به زندان افتاده بودند. امید هرمزی سازنده پادکست سرخابی در 13 آبان بازداشت شد. بهمن دارالشفایی روزنامه‌نگار و مترجم و مستندساز هم 18 آبان با یورش به خونش لوازمش رو ضبط کردن و دستگیرش کردن. حماسه پارسا نویسنده و کارگردان هم در بازداشت. هومن سیدی، پیمان قاسم خانی خبر از توقیف گذرنامه هاشون میدن و همچنین مانی حقیقی، هدیه تهرانی و بهرام رادان هم خبر از ممنوع خروجی و توقیف گذرنامه هاشون دادن و این بگیر و ببند ها همچنان هم ادامه داد. همون جوری هم که دوستان صحبت میکردن، این فقط فعالیت فیزیکی نبوده که توی ماهای گذشته هنرمندان رو تهدید کرده. در واقع هر کس که خالق اثری بوده در این زمینه و هر کس که کاری انجام داده، از بازی تئاتر، پرفورمنس، نوشتن، حتی کلیپ‌های اینستاگرامی، حتی در زمینه طنز، از لطف جمهوری اسلامی به هر حال دریغ نشده واسشون و متاسفانه همه به یک طریقی مورد گزند قرار گرفتن. ممنون که ماگ رو در اختیارم گذاشتیم و عذرخواهی می‌کنم بابت این دوبار قطع شدن صحبت هم. ممنون خانم باجالان عزیز. دوستان درود دارم خدمتتون و عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه اینترنت من مشکل داشت و سپاس از خانم جهانبین عزیز که تا اینجا ادامه دادن.
خب اگر در مورد سخنرانی خانم باجالان عزیز دوستان نقطه نظری دارن خوشحال میشیم که بشنویم. بعد خانم جهانبین عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنونم. من اول تشکر میکنم از خانم باجالان بابت انتخاب موضوع خوبی که داشتن، اما حالا در تکمیل صحبتاشون این بحث حمایت هنرمندان از جنبش‌های مردمی به خاطر اینکه اصولا چهره شناخته شده ای هستن و میتونن الگوی مردم باشن، خب دو وجه داره، یه وجه خوب داره یه وجه بد داره. وجه بدش رو که ما توی سالهای قبل به خاطر اون حمایت‌های سیاسی که میکردن و لیدر یک شعار سیاسی میشدن دیدیم، اما اون جنبه خوبش همینی هستش که ما الان داریم میبینیم که در کنار مردم هستن، حمایت میکنن، اگر که تریبون قوی دارن، حتی اگر که میتونن صدای مردم باشن برای خارج از کشور و جامعه بین الملل، دارم بعضی هاشون استفاده میکنن، متاسفانه نه همشون. و این مسئله بوده که ما از سال 1388 به این ور داریم میبینیم. حالا سال 88 و 96 کمتر بوده، ولی سال 98 به خصوص بعد از اون جریان سقوط هواپیمای اوکراینی خیلی علنی تر ما تونستیم ببینیم. بعد از اون سال 1400 رو داشتیم و الان هم که بازم داریم میبینیم که خیلی از هنرمندان در کنار مردم هستن و دارن حمایت میکنن، که متاسفانه همونطوری که خانم احمدی توی اخبار گفتن و خانم باجلان هم توی سخنرانیشون گفتن، خیلی هاشون حالا یا ممنوع کار شدن، ممنوع فعالیت شدن، در زندان هستن، تحت شکنجه هستن، خانوادهشون تهدید میشه، و یا حتی اگر در گذشته اثری داشتن، حالا فیلمی داشتن، در واقع شعری داشتن، چیزی داشتن، حتی اون هم دیگه پخش نمیشه، مجوز پخشش برداشته شده و از دسترس خارج شده. اینها همه مسائلی هستن که متاسفانه توی کشور وجود داره و آزادی بیان رو داره میگیره، به خاطر اینکه اون هنرمند قبل از اینکه هنرمند باشه شهروند اون کشوره، شهروند کشور ماه، هموطن ماه، و نظر شخصیشو داره میگه. اینکه بخوان به این علت اون در واقع ممنوع کارش بکنن، امنیت شغلیش و امنیت جانیش رو به خطر بندازن، واقعا نقض حقوق بشره. ممنون از شما، میکروفون در اختیارتون خانم بیرجندی. سپاس خانم جهانبین عزیز، ممنون از مشارکتتون. دوستان گرامی اگر نظر دیگه ای دارن خوشحال میشیم بشنویم. در غیر این صورت به بخش بحث آزادمون برسیم، ضمن تشکر از خانم باجلان عزیز. خب موضوع بحث آزاد ما امروز در مورد حق آگاهی مردم هست که یکی از حقوقی هست که در واقع از حقوق شهروندی هست که در واقع جز الزامات هست، بیشتر تا قبل از فکر میکنم به وجود اومدن عصر اطلاعات و ارتباطات میشد گفت که این از طریق آموزش میتونست در واقع این آگاهی رسانی یا اون دریافت آگاهی مردم از طریق آموزش صورت بگیره. اما خب امروزه چون فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء یک مسئله در واقع جدایی ناپذیر شده از زندگی انسان‌ها و این ارتباط و حالا شبکه‌های بزرگ اطلاعاتی و ارتباطی یه در واقع زمینه ساز فضای اجتماعی جدیدی شده که همش در واقع بدون مرز هم هست و یک روابطی رو توی حالا ابعاد یا مهارت‌های اجتماعی میتونه روی افراد تأثیر بذاره و تأثیرگذار باشه. توی در واقع ما توی یه عصری هستیم که داریم گذر میکنیم از یه جامعه صنعت محور به یه جامعه اطلاعات محور، یا به طور مثلا ساده تر بگیم از یه دنیای فیزیکی داریم به یه دنیای مجازی حرکت میکنیم، به عصر اطلاعات میریم و اون اثری که در جامعه حول محور اطلاعات در واقع شناخته میشه. از میشه بگیم که از سال 88 اگر بخوایم یک بررسی بکنیم در این زمینه که
بدونیم که جمهوری اسلامی در واقع این موضوع ارتباطات و اطلاعات از طریق همین فناوری چطور در مثل دشمن خودش در واقع میدونسته، چون که این ارتباطات بین مردم حالا میتونه توی گروه های مختلف باشه و تأثیرهای مختلفی داشته باشه، از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، از ابعاد مختلف میتونیم در واقع بهش بپردازیم که خب یک مجموعه اطلاعات بزرگی هست در دنیا و هر کسی با یک کلیک کردن به قول معروف میتونه از بسیاری از اطلاعاتی که نیازمند هستش مطلع بشه. و خب از اونجایی که میدونیم که جمهوری اسلامی در واقع با رسانه آزاد مستقل در واقع اینو ثابت کرده که این رو دشمن خودش میدونه و همیشه در صدد محدود کردن این آزادی بوده، اگه بخوایم یه فلشبک بزنیم به سالهای گذشته میتونیم مثلا اینو از سال 88 در نظر بگیریم که در واقع جمهوری اسلامی تونست با از طریق پارازیت روی شبکه‌های فارسی زبانی که خارج از کشور بودن تأثیر بذاره، و هرچند که حالا این پارازیت هایی که در واقع روی شبکه ماهواره‌ای بینداختن اینا همه امواجی رو تولید میکرد که برای سلامت مردم خیلی مضر بود، اما با این حال به خاطر اینکه این اطلاعات درون کشور به قول معروف به خارج از کشور یا برعکس صورت نگیره این کار رو انجام میداد فقط به خاطر اینکه این ارتباط قطع بشه. و همطور هم سال 96 و بعد از اون سال 98 که با قطع کامل اینترنت ارتباط مردم رو به خارج از کشور قطع کرد و اطلاعات داخل کشور که چه اتفاقایی، چه سرکوبایی، چه کشتارهایی داره انجام میشه رو جلوگیری کرد که این اطلاعات به خارج از کشور نرسه، و همجور هم که میدونین طبق همین اتفاقایی که افتاد خب بسیاری از کشتاری که در ایران صورت گرفت به صورت دقیق در واقع این اطلاعات مثل امسال بخوام مثال بزنم به خارج از ایران ارسال نشد، و بعد از اون بعد از مدت ها بعد از سال که گذشت همینجور به ترتیب مثلا حالا هی مسائلی به قول معروف آشکار شد و حالا دنیا رو متوجه این قضیه کرد. اما در مورد این که اینترنت تا الان یکی این که روی زندگی مردم ایران چه تأثیری گذاشته و یکی این که این فضای مجازی در ایران در این انقلابی که الان شکل گرفته چقدر تأثیر گذاشته میخوایم صحبت کنیم که چقدر سطح آگاهی مردم رو برد بالا و چقدر کمک کرد و حتی راجع به این که چقدر آسیب رسوند به انقلابمون صحبت کنیم. خب اول صحبت خانم جهانبین عزیز رو بشنویم، بفهمی خانم جهانبین. ممنونم. این مواردی که شما گفتین یه چند تا مورد من یادم اومد، حالا بیشتر مربوط به گذشته هستش، بعد به قول شما تا امروز هم میایم. خب به هر حال به خاطر این مسائلی که توی ایران پیش اومد، این ترس و این سانسور نیازش از طرف دولت جمهوری اسلامی احساس شد و ما دیدیم که خیلی از این شبکه‌های مجازی مثل تلگرام یا توییتر، یوتیوب، فیسبوک، اینا به هر حال همشون توی ایران فیلتر هستن و چیزی که مردم خیلی اذیت می‌کرد این بود که این فیلتر بودن این شبکه‌های مجازی و خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه برای خود مقامات آزاد بود، یعنی فیلتر نبود، ولی برای مردم معمولی و شهروندان ایرانی این فیلتر وجود داشت و ما می‌دیدیم که مثلا توی توییتر توییت می‌زدن، فرض کنید فلان وزیر توییت می‌زد و این توییتش دیده می‌شد، اما برای بقیه مردم توییتر فیلتر بود و این فیلتر بودنش خب به هر حال باعث می‌شد که یه سری مشاغل مثل فروش در واقع فروشنده VPN و فروشنده فیلتر شکن و یه سری مشاغل اینجوری
وارد ایران بشه که شاید خیلی غیر عادیه از نظر خیلی از کشورها، و این میزان از فیلتر بودن و سانسور بودن هم غیر عادیه. بعد از اون یه چیز دیگه که پیش اومد بحث خب شبکه‌های مجازی داخلی، یعنی اومدن گفتن که ما این شبکه‌های مجازی رو، شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کردیم، به جای شبکه داخلی می‌ذاریم، یه سری اپلیکیشن‌های داخلی می‌ذاریم. مثلا یکیش اگه یادتون باشه اپلیکیشن سروش بود که به جای تلگرام گفتن که ما اپلیکیشن سروش می‌ذاریم، به جای تلگرام مردم می‌تونن استفاده کنن، و خیلی اپلیکیشن‌های دیگه که ناکارآمدیش هم دیدیم که اصلا خیلی از مردم به خاطر امنیت خودشون و امنیت اطلاعاتیشون استفاده نمی‌کردن و سمت این اپلیکیشن‌های داخلی نمی‌رفتن. بعد از اون این دفعه بحث طرح صیانت از شبکه‌های مجازی وارد شد که هنوزم توی کش و قوس و بحث ملی شدن اینترنت و اینکه بخوان اینترنت رو محدودتر کنن که مردم محدودتر بشن، که این هم باز از نظر مالی برای ایران خیلی سنگینه. یعنی بودجه خیلی زیادی از کشور صرف این میشه که این طرح صیانت بخواد اجرا بشه. میخوام بگم که همه راهی داره امتحان میشه که این سانسوره اتفاق بیفته، این ارتباط مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی با سایر مردم کشورهای دیگه و یا حتی تو خود ایران شهرهای دیگه دارن همه کار میکنن که این ارتباط قطع بشه و این خبرگزاری اتفاق نیفته. در تکمیل صحبت‌های شما خانم بیرجندی، فقط می‌خواستم این رو در مورد گذشته بگم، حالا از همون سال، از همون دهه 80 شمسی به بعد که ما داریم اوج این مسئله رو می‌بینیم. مرسی از شما، میکروفون در اختیارت. ممنونم خانم جهانبین عزیز. بعد کاملا درست میگین و همطور که از سال گذشته همه در جریان هستیم که قضیه طرح صیانت مطرح شد و ادامه پیدا کرد تا به تصویب برسه، انگار یه در واقع پیشبینی در این زمینه هم بود برای جمهوری اسلامی که بخواد از قبل پیشگیری کنه در مورد شبکه اجتماعی برای مردم ایران. خانم علیزاده عزیز شما رو بشنویم، بفرمایید، درود بر شما. سلام خدمت همه عزیزان، ممنون که ماک شد در اختیار من قرار دادید. خواستم اینو بگم که این جمهوری اسلامی کلا همه چیز رو به انتهاش رسونده دیگه، به قول معروف پر روی و نمیدونم قاتل بودن و بچه کشی و همه رو به انتها رسونده دیگه کاملا. اصلا من نمیفهم بچه های زمانی که تو مدرسه بودیم یه سوال برامون پیش میومد از این سانسورگری ها، کسایی که بودن توی صدا سیما سانسورگری میکردن و خودشون کاملا فیلم رو میدیدن، یعنی تمامی صحنهاتشون رو میدیدن و سانسور میکردن. سوال ما ازشون این بود توی ذهنمون که آیا اینا خودشون گناه نمی کنن که دارن تمام فیلم رو میبینن و به قول معروف میگن گناه این صحنات رو دیدن، ما داریم سانسور میکنیم و فلان میکنیم و اینا، که برای خودشون یک چیز دینی درست کردن، ما داریم جلوی اینو میگیریم که شما به فساد نیفتین، هر چیزی میخوای بگی یه چیز دینی میارن جلوش میچسبونن. محدودیت اینترنت الان بگی میگن اینترنت به دردش میخوره، همه رو به قول معروف از راه به در کرده و از دین خارج کرده و یه سری به قول معروف صدای من رو دارین؟ بله بله خانم علیزاده. ممنون ماشه در اختیارم قرار دارین، خواستم این نکات رو بگم. ممنون از مشارکتتون، مرسی از شما. خانم احمدی پور شما رو بشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم، درود بر شما. مرسی از شما، درود بر شما. در تکمیل صحبتاتون در مورد محدود کردن اینترنت و سانسورهایی که در ایران وجود داره، این محدود کردن اینترنت خب مشخصا ترس حکومت از این ارتباط جمعی رو میرسونه، ارتباط مردم با خودشون و با افرادی که خارج از کشور هستن، ولی فکر میکنم این اینترنت برای مردم یه بخش منفی هم به وجود آورده.
چون تنها پلتفرمیه که حالا در هر جا اینستاگرام، واتساپ یا هر جای دیگه باعث این چند دستگی شده که وقتی که هر کس میاد عقاید و اعتقاداتش رو میخواد با بقیه شیر کنه، یه سری افراد هستن خب متضادشن، یه سری افراد هستن موافق اون افکار و عقیده هستن و خب همین موضوع باعث شده که یک جنگ و یک دعوایی بین همون افرادی که دارن میجنگن در مقابل حکومت به وجود اومده و این فکر میکنم عظیمترین و فاجعه بارترین قسمت موضوعی که خیلی از افراد کف خیابونان دارن میجنگن، دارن جونشون از دست میدن و دچار سرنوشته خیلی خیلی بدتر از اون چیزی که فکرشو بکنیم شدن. ولی خب یک سری افراد هم هستن که راحت پشت سیستماشون نشستن و دارن خیلی شاید باعث بشه یک کمی از هدف دور بشیم، از اون چیزی که واقعا میخواییم و اون چیزی که هدف هست. و خوشحالم شدم نظرشون در مورد این موضوع بشنوم، چون فکر میکنم چیز یک جریان خیلی مهم میشده در قبال اون چیزی که میخواستیم و به عنوان هدفمون قرار دادیم. مرسی. ممنون خانم احمدی پور عزیز. بله، منم همون اول در واقع صحبت گفتم خدمتتون که علاوه بر جنبه‌های مثبت، جنبه‌های منفی هم داشت که آسیب رسونده تا اینجا تا حدی البته به انقلاب مردممون در ایران، که خب این هم قابل بحث هست کاملا و راجبش بحث خواهیم کرد که چرا این اتفاق افتاده. اول خانم روژین عزیز رو بشنویم. درود بر شما و ادامه بحث. درود بر شما، ممنون که اجازه صحبت کنم. در برای الان حرفی که خانم احمدی پور گفتن اتفاقا خواستم یه چیزی اضافه کنم، بگم که اتفاقا همین صحبت های تفاوت عقیده‌ای که الان توی اینترنت هستش با هم دیگه با هم یعنی هم نظر نیستن، اصلا همینا به نظرم باعث شده که مردم خیلی دیدشون بازتر شده، خیلی قشنگتر دارن الان اون دیدگاه قشنگی که الان دارن خیلی فرق میکنه با چند وقت پیش، با 5-6 ماه پیش، یه سال پیش. یعنی مردم دارن قشنگ آپدیت میشن. حالا مثلا من یه دیدگاه یه فردی رو میشنوم، یه فرد مخالف خودم رو میشنوم، این تکاپو داشتن تو این که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، بتونیم نظر همدیگه رو بشنویم، ببینیم شاید یه ایده های جدیدی داریم میگیریم از توی همین تفاوت نظری. بعضی موقع ها آره ما بهش میگیم سایبری، مثلا بعضی موقع این سایبری ها میان که مثلا طرز فکرمون رو عوض بکنن، بخوان دوباره حرف خودشون رو به کرسی بشونن و این جهتی که مردم الان دارن رو بخوان عوض بکنن. ولی بازم الان مردم و مردم چند ماه پیشمون نیستن، واقعا خیلی الان آگاه شدن، یعنی خیلی راحت دیگه اجازه نمیدن که خیلی ها بیان نظر خودشون رو به کرسی بشونن، بخوان دیدگاهشون رو عوض بکنن، سمت و سو دوره به یه ور دیگه بکشن. یعنی مثلا هر کسی بودش هم ماه اول این اتفاقا رو میدیدش پیش خودش میگفتش که نه ماه دیگه تموم میشه، ماه دیگه تموم میشه، ولی هیچ کس توقع اینو نداشتش که بیشتر از 100 روز این اتفاق طول بکشه. پس آگاهی مردممون دقیقا همونطور که خودتون گفتید از طریق همین اینترنت داره همین آموزش متفاوته، داره این آموزش ها رو مردم میگیرن، یعنی از این دنیای فیزیکی که شما گفتید دقیقا دارن خارج میشن و دارن مدرن میشن و از همین هاست که داره جمهوری اسلامی میترسه که داره یا اینترنت رو یا داره فیلتر میکنه یا اینترنت رو ملی میکنه. من دوستان هستم مثلا از یه ساعتی بعد تو بعضی از روزا کلا اینترنت ملی میشه، نمیتونن گوگل باز بکنن نه چیزی. یعنی این دسترسی ها برای همینه، همین ترس رو دارن که بیان مردم آگاه تر بشن و دوباره یه حرکت جدیدی بکنن، بخوان یه فراخوان جدیدی بکنن، بخوان یا حق خودشون رو بگیرن. همینو میخواستم فقط بگم. ممنونم. ممنون از شما خانم روژین عزیز، ممنون از مشارکتتون. خانم شبانه جاد عزیز شما رو میشنویم. درود بر شما. سلام خدمت همه دوستان. من در رابطه با صحبتهای دوستان در ادامهش یه کوتاه میخواستم بگم، همین در رابطه با فیلترینگ و همین طرح صیانت و اینا اصلا خیلی جالبه. خب الان
بخوان فیلتر هم بکنن، بخوان هر کاری هم بکنن، بالاخره یه راههایی وجود داره که این مسیر رو دور میزنن افراد. و حالا مثلا اگر میخوان که چه میدونم این ویدیوها و اتفاقای توی کشور مثلا نرسه به دست جایی، بعد واقعا انجام میشه. و خیلی برام جالبه و همیشه سواله، خب الان از شروع این تظاهرات تا به الان دیگه چیو میخوان فیلتر کنن؟ دیگه آبروشون رفته، یعنی دیگه اصلا فراتر از آبرو. من الان همیشه برام سواله که چجوری الان مثلا دوباره میخوان اینترنت ها رو همش هی میخوان محدود کنن، دیگه اصلا واسه چی؟ خیلی ممنون که مایکو در اختیارم داده. مرسی از شما خانم شعبانه نژاد عزیز. خب ببینید دوستان، صحبت اولی که شد در مورد اینکه تاثیر منفی اینترنت رو در واقع بخوایم همون شبکه‌های اجتماعی رو بهش بپردازیم، من فکر می‌کنم همین صحبتی که میگیم افراد با افکار مختلف با هم تبادل نظر بخوام بکنن یا حالا اختلافات نظر داشته باشم، همکار عزیز مخارم روژین عزیز گفتن، توی تولید اون جنگ روانی که درست شد توی این انقلاب خیلی تاثیر منفی گذاشت روی مردم، به خاطر اینکه درصد زیادی از مردم ایران قابل توجه هست تا که دسترسی به اینترنت، یعنی اصلا اهل فضای مجازی، اینجوری بگم بهتره، اهل فضای مجازی یعنی اینستاگرام و اینا نیستن، اینا یه دسته یعنی که حتی خبر ندارن واقعا چه اتفاقی داره تو کشور میفته و بیشتر شرط پای تلویزیون ایران هست، هم صدا سیمای ملی جمهوری اسلامی هستن، اطلاع ندارن. یه سریای دیگه که اطلاع دارن، متاسفانه وقتی سایبریا میان و شروع میکنن به تولید اون جنگ روانی، خب این تأثیر میذاره. همونطور که من یک مثال میزنم، تأثیری که گذاشته بود در مورد افکار مردم در مورد آقای حسین رونقی زمانی که آوردنش بیمارستان و عکسایی که ازش منتشر شد، نمیدونم دوستان خبرها رو دنبال کردن دیدن یا نه، که دقیقا داشتن میگفتن که این سر روی این بدن فوتوشاپه یا نمیدونم کسی که اینقدر روز توی بازداشت بودی یا انفرادی بودی یا دست شکست داد اینجوری، نه یعنی کاملا تخریب. و بقیه مسائل هم اگر بهش دقت کنیم، تخریب آدمایی بوده که توی این انقلاب نقش داشتن یا کارهایی که انجام شده، حتی خود جنبش مردم رو هم از این طریق سعی در تخریبش کردن برای اون دسته از افکاری که آگاهی درستی در واقع بتونیم بگیم نداشتن یا اطلاعات کاملی نداشتن. من بخش بعدی رو بعد از صحبت‌های خانم ولیزاده عرض میکنم خدمتون. بفرمایید خانم ولیزاده عزیز. ممنون مارک شده و اخیر من قرده. خواستم بگم که ما الان توی این ماجرا، ماجرایی که توی فضای مجازی مشاهده میکنیم، شد 10% از مردم ایران، 10% هم کمتر، شد 5% از مردم ایران ناگاه باشن به وضعیت ایران. به قول معروف دیگه انقدر فشار اقتصادی روی مردم بوده که کلن به قول معروف جمهوری اسلامی که هیچی از اسلام هم زده شدن، یعنی از جمهوری اسلامی با اسلامش متنفر شدن. یعنی کسی من میشناسم که از اون آدمایی به قول معروف میگن خشک مذهبی بودش، انقدر تو این حکومت بهش سخت گرفته شده، یعنی فشار اقتصادی بهش وارد شده، الان معذرت میخوام اسم یک امامو میاریم هر چی از ذهنشون میاد میگن، یعنی کلا دینو فراموش کردن، زده شدن و هیچ علاقه به دین ندارن. از الان که مثلا ما مشاهده میکنیم توی فضای مجازی یه سری مخالفت‌ها مثلا دیده میشه، من خودم به شخصه رفتم مثلا 10 نفرشون پیجشون رو نگاه کردم، دیدم اون 10 نفر همشون به قول معروف از این آدما بودن که حکومت قشنگ سیرشون میکنه و از فقر و مشکلات انسان‌ها و مشکلات مردم ایران و
کشتن بچه ها و اینا کلن فراموش کردن، در نظرش نمیگیرن، انقدر که بهشون پول دادن و خوردن و اینا کلن این ماجره رو فراموش کردن که چقدر ما کشته دادن، چند تا بچه مرده تو ایران. درصد خیلی کمی هستن از مردم ایران آگاه نشده باشن که به قول معروف توی ایران چه خبره. به نظر من که اینطور هستش، این نظر منه. ممنون از شما. ممنون خانم علیزاده عزیز، مرسی از مشارکتتون. دقیقا اینی هم که شما میفرمایید درسته، ولی من همچنان خیلی از ایرانی های داخل ایران رو میدونم، میشناسم که حتی خبر ندارن که مثلا چند ساعت پیش در فلان خیابون در تهران چه اتفاقی افتاده یا حالا در شهرهای دیگه. متاسفانه این واقعا جای تاسف داره و اینم فقط به خاطر اینه که باز هم جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اینترنت رو فیلتر کرد و سرعت اینترنت رو آورد پایین که مردم نتونن استفاده کنن، از اون ور هم پارازیت دوباره انداخت روی شبکه‌های ماهواره‌ای، یعنی باز هم دسترسی مردم رو به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم قطع کرد. من فهم کنم هنوزم ادامه داره و درصد بسیاری از مردم واقعا اطلاع ندارن که داخل کشور چه اتفاقی داره میفته. شاید قبلا از اینستاگرام خیلی راحت تر میتونستم متوجه شم، ولی من به شخص خواهر خودم خیلی وقتا از من میپرسه، با من تماس میگیره و میگه که چه خبره تو ایران، و این خیلی واقعا مضحک، اگر بخوایم اینجوری بگیم مضحکه که خود مردم اون کشور از داخل کشور خبر نداشته باشن. خب این یکی از اهداف جمهوری اسلامی هستش. خانم روژین عزیز بفرمایید، شما رو بشنویم. من بابت صحبت قبلی که کردم فکر کنم صحبتم اشتباه گفتم یا درست بیانش نکردم. صحبت من از این بودش که هر کسی میتونه آزادی بیان داشته باشه حداقل توی اینترنت که واقعا طرز فکر خودشو بگه. من اصلا با اون سمت و سویی که کسی میادش طرز فکر رو عوض میکنه اینا اصلا با اونا نیستم که بگم که اونا چطوری هن و اینا. من مثلا خودم یا خانواده 5 نفرم و هیچ کدومون با هم دیگه اقدام یه شکل نیستش و باید ما با هم بتونیم صحبت بکنیم. مثلا الان توی اینترنت وقتی میریم میبینیم که هیچ کدوم دوستامو شاید با هم دیگه یه طرز فکری رو نداشته باشه. من آزادی بیان اون اینترنتی رو منظورم بودش، من به اشتباه منظور رو گفتم، ببخشید. نه خواهش میکنم، اتفاقا درست گفتین. من ادامه صحبت شما رو اشاره کردم به وجود سایبریا که میتونه تخریب کنه حتی اون تظاهر به آرای که اگر به نظر شما بود خواستید بیان بکنید. خانم جهانبین عزیز بفرمایید، شما رو بشنویم. مرسی از شما. من فقط در تکمیل صحبت دوستان میخواستم بگم که ما الان این خیزش و حالا جنگی که در حال اجرا هستش دو وجه داره. یه وجهش همون بحث فیزیکیشه که مردم، حالا کلمه‌ای هم که استفاده میکنن، کف خیابون هستن، و یه بحثش هم جنگ مجازی هستش و این جنگی هستش که توی شبکه‌های اجتماعی در حال اجرا هستش. و مسئله‌ای که هستش اینه که توی این جریان به نظرم خیلی هوشیار بودنه مهمه، چون که جنگ اطلاعاته، یعنی به هر حال هر دیدگاهی هر نظری موافق و مخالف خودش رو داره و این خود مردم هستن، خود ماها هستیم که باید بشنویم. به نظر من حتی نظراتی که ممکنه به ذائقه ما خوش نیاد تعجب بکنیم از شنیدنش و حتی کاملا در تضاد با نظر ما باشه، اما اینی که آدم بشنوه ذهنش باز میشه و میتونه بهتر اون اشخاص رو درک بکنه و بهتر میتونه اونها رو به هر حال باشون صحبت کنه و وارد گفتگو بشه. اما یه چیزی که در مورد همین بحث تاثیر شبکه‌های اجتماعی در اطلاع رسانی به مردم توی این سالهای اخیر دیدیم این هستش که هر موقعی که یه اتفاقی توی ایران افتاد و به هر حال از طریق همین شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی شد، مثل ساختمان پلاسکو، مثل سقوط هواپیمای اوکراینی، مثل حادثه کشتی سانچی، مثل
ارزم به حضورتون ریزش ساختمون اسمش یادم متروپول آبادان و خیلی اتفاق افتاد. اعتراضات 96، اعتراضات 98، اعتراضات 1400. هر موقع یه اتفاقی افتاد دولت یه چیزی رو کرد که حواس مردم رو پرت بکنه و همونطور که دوستان گفتن سایبری هاشون یه سری اطلاعات وارد شبکه‌های اجتماعی کردن که حواس مردم رو پرت بکنن و این اتفاق هوشیاری مردم بود که حالا قشری از مردم بود که مقابله می‌کردن و میومدن اعلام می‌کردن که این روشی هست برای فراموشی. فرض کنید مثلا شهروندانی که توی کشتی سانچی اون اتفاق براشون افتاد یا کسانی که توی اون ریزش ساختمان متروپول آبادان متاسفانه جونشون رو از دست دادن. یعنی همیشه یه چیزی بوده که بخوان حواس مردم رو پرت بکنن و به نظر من به لطف همین شبکه‌های اجتماعی بوده که توی این سالها به هر حال مردم صحبت کردن، همدیگر رو به چالش کشیدن، ایده‌ها و نظرات و فکر همدیگر رو به چالش کشیدن و الان ما به این سطح رسیدیم. الان هم ما درگیر همین مسئله هستیم که وقتی که یه هشتگی قرار ترند بشه باهاش مخالفت میکنن، وقتی که یه هشتگی زده میشه سایبری ها میان جور دیگه اون هشتگ رو تغییر میدن به خاطر اینکه دیده نشه و یا حتی اصلا خیلی ها مخالفت میکنن. یکی این مسئله، ببخشید من خانم بیژندی یکم صحبتم طولانی شد، یکی اون در مورد همین بحث تاثیر شبکه‌های اجتماعی اگر که نگاه کنید خیلی وقتا، حالا من خودم رو میگم، من خیلی از دوستانم چند زبانه هستم و از همین طریق و با توجه به اینکه تعداد فالوورهای زیادی دارن توی شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف اومدن این اتفاقات توی ایران رو مطرح کردن و آگاهی رسانی کردن و به مردم کشورهای دیگه اطلاع رسانی کردن و حتی توی سطح شهر توی کشورهای دیگه ما داریم میبینیم که به هر حال کاغذی چاپ میکنن و در اختیار مردم قرار میدن و شاید اگر شبکه‌های اجتماعی نبود و فشار مردم ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی نبود ما الان یه سری حمایت‌های سران کشورهای دیگه یا وزرای کشورهای دیگه رو نمیدیدیم که فرض کنید فلان فرد توی ایران زیر تیغ هستش و حکم اعدام گرفته اما فلان شخص فلان وزیر از فلان کشور کفالت سیاسیشو پذیرفته. یعنی تمام اینا به لطف این تاثیر شبکه‌های اجتماعی هستش که میشه به بهترین نحو ازش استفاده بشه به شرط اینکه ما خودمون آگاه باشیم در استفاده از اون. مرسی، میکروفون در اختیارت. ممنون خانم جوانبین عزیز، نکته هایی که گفتید دقیقا درسته و بله خانم احمدی پور شما رو بشنوید، بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنونم. فکر میکنم خارج از بحث آگاهی رسانی شبکه‌های اجتماعی تونسته توی این شرایطی کمک خیلی بزرگتر به مردم بکنه. فکر میکنم توی این بیش از 100 روز یا 3 ماهی که طی شده قبلا مردم از شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام، فیسبوک یا هر اپ دیگه به حالتی استفاده میکردن برای نشون دادن زندگی خصوصی خودشون، ولی خب طی این تایم میتونیم ببینیم که خود من به شخص افراد و دوستایی که در شبکه اجتماعی دارم دیگه کسی از زندگی و قسمت شخصی خودش پست یا استوری نمیذاره. درگیری و اون چیزی که برای مردم در حال حاضر اولویت داره اینه که کجا برای چه کسی اتفاقی افتاده شیر کنن، اطلاع رسانی کنن یا اینکه این همدلی و این ارزشی که دارن برای همدیگه میذارن، این که براشون مهمه برای کی داره چه اتفاقی میفته. فکر میکنم در این خیزشی که اتفاق افتاده یا انقلابی که قراره بشه این همدلی مردم خیلی نیازه. فکر میکنم باعث شد که خیلی بیشتر بشه و قبلا در این وسط این همیاری مردم رو نمیدیدیم و واقعا میتونیم بگیم که در این مورد شبکه‌های اجتماعی خیلی تونسته به مردم کمک کنه. ممنون خانم احمدی پور عزیز، کاملا درسته. من حالا به شخص ریشه این قضیه رو در ابتدا بگم که در مرگ مهسای عزیزمون من فکر میکنم که
این اطلاع رسانی توسط اون خبرنگار عزیزی که صورت گرفت تاثیر خیلی بزرگی داشت. خب میتونیم این تاثیر رو از این طریق هم پیدا کنیم و بدونیم که خود این قضیه باعث شد که این انقلاب، این جنبش صورت بگیره. اما ریشهش اگر بخوایم پیدا کنیم در زمان کرونا، زمانی که مردم همه خونه بودن و سر کار نمی رفتن، به هر حال اینترنت در دسترس مردم بود و تفاوت‌ها رو به هر حال مردم از طریق همین شبکه‌های اجتماعی پیدا کردن، آگاه‌تر شدن. نمیشه بگیم که الان 100% مردم آگاه هستن، نه، ولی خب درصد زیادیشون آگاه شدن، تفاوت‌ها رو متوجه شدن و خیلی اتفاقایی که به هر حال تو شبکه‌های اجتماعی از پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی بود افشا شد و مردم متوجه این قضیه شدن. خب بعد این تأثیر گذاشته شدش روی مردم و درسته زمان میبره تا به جنب و جوش بیفتن، اما این جرقه‌ای که صورت گرفت با مرگ مهسای عزیز، من فکر میکنم که واقعا تأثیر از اینترنت و همین شبکه‌های اجتماعی گرفت و تا امروز واقعا پیشرفت چشمگیری داشته همه چی، چه مردم در خارج از ایران، فعالیت هایی که کردن، اطلاع رسانی هایی که کردن، تمام این راه پیمایی هایی که خارج از ایران صورت گرفت و همینطور داخل ایران، اینا همه تأثیر گذاشت توی پیشرفت این جنبش تا به امروز که فکر میکنم تو 127مین روز باشیم اگه اشتباه نکنم، یا 126 یا 127مین روز هستیم و هر تقریبا 25 روزی که میگذره وارد یه فاز جدیدی از این انقلاب میشیم. و خب به حال این خبر خوشی هم که دیروز اعلام شد که سپاه پاسداران هم تو لیست تروریست قرار گرفت و قطعنامش در واقع تصویب شد، که امیدوارم که به زودی دولت‌های کشورهای اروپایی هم همه تصویبش کنن و این هم به سرانجام برسه. این شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی میشه، چون همونجور که میدونین همچنان جمهوری اسلامی سعی داره که جنایت‌هاشو در دنیا یه جوری تطهیر کنه، تطهیر سازی داره میکنه. همچنان میبینید که با وجود تمام فیلم‌ها، اتفاقات، تمام چیزایی که تمام مردم دنیا، دولت مردای دنیا میدونن، اما همچنان دارن بیان میکنن که تو کشور آزادی بیان هست، کسی به دست پلیس کشته نشده، یا اگر عزیزانم اعدام کردن اونها را هم باز یک جرمی که خودشون میدونن که ساختگی هستش براشون، و به این صورت این رو در حالا توسط نمیدونم افرادی که سران دولت هستن، این به صورت اطلاعات به این صورت، یعنی اونجوری که خود جمهوری اسلامی میخواد، به کشورهای دیگه این اطلاعات رو میده و تعطیل میکنه کارش رو. اما خوبی این اتفاق تا اینجا این بوده که دیگه باور دنیا نسبت به جمهوری اسلامی عوض شده و اون شناختی که باید داشته باشن رو الان پیدا کردن و این واقعا جای امید داره در روند این انقلاب و پیروزی مردممون در ایران. خب دوستان اگر نظر دیگه ای دارید راجع به این مسئله و باز هم به تأثیرات حالا چه مثبت چه منفی شبکه‌های اجتماعی یا حالا فضای مجازی بخوایم در مورد این انقلاب بررسی بکنیم، خوشحال میشم که بشنوم از شما دوستان. خب بسیار هم عالی. خانم مهدی عزیز، بله شما رو بشنویم. درود بر شما. سلام مجدد دارم خدمت همگی. راستش من یه موضوعی رو می‌خواستم اشاره کنم. خیلی از دوستانی که توی این چند ماه اخیر آسیب دیدن یا حالا توی همین تظاهرات به هر حال یا جان باختن یا کارشون به بیمارستان کشید و هر اتفاق دیگه‌ای، اینا متاسفانه به خاطر اینترنت نتونست که رسانه‌ای بشه و ما این آماری که از کشته شدگان داریم و می‌بینیم شاید بگم 80% اون آمار واقعی باشه.
و متاسفانه یکی از ضررهایی که زد این فیلتر شدن اینترنت این بود که صدای خیلی از دوستان رو ما نشنیدیم و به گوش ما نرسید متاسفانه. مرسی از توضیحات کاملی که دادید، من فقط میخواستم این نکته رو اشاره کنم. ممنونم خانم مهدی عزیز، نکته کاملا درستی رو بهش اشاره کردین که من فکر کنم از قلم انداخته بودم که بگم. ممنون از این که یادآوری کردین. خانم روژین عزیز بشنویم شما رو، بفرمایید. من الان یاد یه چیزی افتادم، یکی تاثیر بزرگی که الان اینترنت داره، ما الان داریم میبینیم خیلی از هموطنه عزیزمون الان به چششون الان تیراندازی شده، خیلی ها چششون رو از دست دادن. الان یه ذره آدم تو اینترنت هم حتی بگرده عکساشون رو میبینین که خودشون میان مینویسن که چقدر قوی هستن، با اینکه این اتفاق افتاده بهش افتخار میکنن، پشیمون نیستن و میان این قوت قلب رو به مردم هنوز میدن، که خود این به نظرم یه اثر بزرگی میتونه داشته باشه که خیلی ها دارن جونشون میزنن کف دستشون و میرن که حق خودشون رو بگیرن و میان و این شجاعتشون رو به مردم نشون میدن از طریق همین رسانه، از همین اینترنت. وقتی میان نشون میدن این ترس یه ذره تخریب تر میشه، یه ذره به مردم شجاعت تر میده که همینطور محکم به کارشون ادامه بدن. ممنونم بانو روژین عزیز، کاملا درسته. دقیقا همین فیلمایی که منتشر شد حتی در اوایل این انقلابی که صورت گرفت بسیار تأثیر داشت در شجاعت مردم که میدیدن که چجوری با پلیس و نیروهای سرکوب مردم مبارزه میکنن، تأثیر مثبت داشت. واقعا من خودم یکی از افرادی بودم که سعی کردم که توی اینستاگرام خودم بیشتر فیلمایی رو منتشر کنم که اون شجاعت رو به مردم نشون بده تا ترس رو. خانم جهانبین عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از شما. در مورد حالا در ادامه صحبت دوستان، یه چیزی که فکر میکنم خیلی تأثیر مثبتی رو به هممون ثابت کرد این بودش که همه دنیا متوجه شدن که این خواسته خود مردمه. یعنی اون روزای اول همونطور که دوستانم گفتن، اون روزای اول وقتی که اتفاق افتاد هیچ کس فکر نمی‌کرد که از 100 روز بگذره. همه فکر می‌کردن که به هر حال نهایتاً شاید یک هفته بشه، به خاطر اینکه توی ایران همیشه این اعتراضات و اعتصابات بوده، حالا در مورد کارگران بوده، در مورد مسئله زنان بوده، در مورد بیکاری بوده، در مورد وضعیت مالی بوده، در مورد بانک ها بوده، اختلاس هایی که شده بوده، همیشه اعتراض ها بوده. اما اینی که 100 روز ادامه پیدا کنه و پوشش داده شد از طریق شبکه های اجتماعی به زبان های مختلف و حتی نامه های مختلف برای کشورهای مختلف، سران کشورهای مختلف ارسال شد و حتی ایرانیان خارج از کشور هم خیلی حمایت قوی تری کردن از این قضیه و از مردم داخل ایران، به همه دنیا نشون داد که این یک حرکت خودجوش مردم خود ایران هستش و خواسته خود مردم هستش که این اتفاق بیفته. و خیلی بهتر این مسئله تبعیض جنسیتی علیه زنان نشون داده شد و این در واقع زجر و این در واقع حق‌خوری که از کودکان داره اتفاق میفته نشون داده شد. ما الان کودکان زیادی داریم که متاسفانه توی ایران در زندان هستن و حتی شعاری هم که برای این جنبش انتخاب شده، برای این خیزش سراسری مردمی انتخاب شده، زن زندگی آزادی هستش که همتون و هممون دیگه معنیش رو میدونیم. و یه چیزی هم که حالا بخوایم از خارج به داخل نگاه کنیم، این حمایت مردم و ایرانیان خارج نشین از مردم داخل ایران باعث شد که قوت قلب بهشون بده. یعنی یه حسی دادن که یه حسی گرفتن که رها نشدن، فراموش نشدن و محدود به مرز کشوری نیستن و هر کسی هم که از اون کشور رفته به هر حال دلش با اون کشور هست و در حد توانش داره تلاشش رو میکنه. و ما دیدیم که
راهپیمایی‌های سراسری خیلی بزرگی توی شهرها و کشورهای مختلف خارج از ایران هم اتفاق افتاد و این فیلم‌ها وقتی که به مردم درون ایران برسه و دیده بشه بهشون قوت قلب داده میشه که توی اون مسیری که شروع کردن بتونن به سلامتی تا پایان برسوننش. و من خودم شخصا از هر طرفی که بهش نگاه میکنم درسته که اثرات منفی هم داره، اما لااقل توی شرایط کشور خودمون الان اثرات مثبتش به مراتب از اثرات منفیش بیشتره. مرسی، میکروفون در اختیارت. ممنونم خانم جوابین عزیز، کاملا درسته. حالا من یه چیزی هم به این یادم اومد که بگم خدمت شما دوستان، شاید یه کار خیلی کوچیک بود اما باز از طریق همین شبکه‌های اجتماعی تأثیر خودش رو گذاشت. اونم زمانی بود که اینترنت رو که قطع کردن، عزیزای فیلم گرفته بودن از کاغذهای کوچیکی که رو شعار زن زندگی آزادی نوشته بودن یا حتی تاریخ های فراخوان های اعتراضات رو نوشته بودن که به هم بپیوندیم و به این صورت تو خونه ها زیر برفاکن ماشین ها قرار میدادن و این فیلم رو منتشر میکردن و از این طریق مردم فهمیدن که خب اگه الان اینترنت هم نیست از همین کاغذهای کوچیک هم میتونن با هم جمع بشن، همکاری کنن، همدلی و همیاری کنن توی این جنبش که تا الان هم این ادامه پیدا کرده. و بسیاری از کارهای دیگه هم بوده که خب به هر حال اگر اینا به این صورت منتشر نمیشد شاید واقعا اینقدر تاثیر نمیذاشت. همه فکر میکردن که خب چون خبر نداشتن چه اتفاقی دو تا کوچه بالاتر از خونه خودشون افتاده، فکر میکردن که تموم شده همه چی. اما من فکر کنم همین چیزای کوچیک کوچیک، همین جمع شدن مردم خارج از ایران که واقعا من حالا یه اشاره کنم به پلتفرم کلاب هاوس هم خیلی تاثیر داشت، اون هم تو این مسئله، تو اطلاع رسانی و آگاه سازی. فراموش کردم چی خواستم بگم، معذرت میخوام، من اصلا از ذهنم یه صحبتم پریده، ببخشید دوستان. ولی در هر صورت جمع‌بندی حرف من این بود که حتی در کلاب هاوس هم اطلاعاتی که داده شد و صحبت‌هایی که شد اون تأثیر رو گذاشت. من خودم به شخص شنیدم از افرادی که از ایران وارد اتاقهایی توی کلاب هاوس می شدن و می خواستن از مردم خارج از ایران که فیلمایی که میرن برای راه پیمایی های خارج از کشور رو شیر کنن، چون مردم داخل ایران به هر حال به هر طریقی با سختی با فیلتر شکن میتونن بیان ببینن و ببینن انقلاب زنده است همچنان و ادامه داره. خب دوستان عزیز، اگر که نقطه نظر دیگه ای هست لطفا دستتون رو بالا کنید و با ما به اشتراک بذارید نظرهای دیگر رو. من در غیر این صورت یه جمع‌بندی کنیم از جلسه امروز. خب بسیار عالی. خب ما صحبت بحث آزادمون امروز در مورد حق آگاهی مردم بود و تاثیر شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی در آگاه‌سازی مردم بود که دوستان عزیز با مشارکتشون مطالبی رو عنوان کردن و اینجا بحث و گفتگو کردیم و از تاثیرات چه مثبت و چه منفی که خب بیشتر به این نتیجه رسیدیم که تاثیر مثبت داشت در روند این انقلاب صحبت کردیم و همچنین که به هر حال این رسانه های آزاد در واقع حالا چه شبکه های اجتماعی چه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و حالا هر پلتفرمی که بخواد اطلاع رسانی کنه به مردم ایران، مردم رو آگاه کنه از هم حق و حقوقی که دارند و هم از جنایت هایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای در حق مردم ایران، مطلع بشن و
این رو عنوان کردیم که چطور از چه سالی مقابله کرده جمهوری اسلامی تا الان و جلوگیری کرده از این قضیه که سعی کنه که مردم رو در واقع به اون چیزی که خودش میخواد آموزش بده و اون روشی که خودش میخواد رشد بده، در غیر این صورت جلوگیری میکنه از این موضوع. اما با وجود این پلتفرما مردم تونستن در هر صورت هم از حق و حقوق خودشون، چه زنان چه کودکان چه مردان، مطلع بشن و هم از اینکه توی کشور ما چه اتفاقاتی داره میفته و تو این سالها پنهان بوده و الان افشا شده و مطلع شدن مردم. با امید به این که این انقلاب به زودی به پیروزی برسه و مردم کشورمون آزاد شن از دیکتاتور جمهوری اسلامی، جلسه امروز رو به اتمام میرسونیم. من در اینجا تشکر میکنم از منشی جلسه خانم مرضیه مهدیه، مسئولین ضبط و تدوین صدا آقای سعید پورمند و آقای پویا حسابی، ادمین ها خانم مرجان شعبان نژاد، خانم کوثر ولیزاده و خانم روزا جهانبین. خیلی ممنون از همه دوستان که در این جلسه حضور داشتن. تشکر میکنم که در بحث شرکت کردین. جلسه بسیار خوبی بود. خسته نباشید میگم خدمتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون خوش و خدا نگهدارتون.